نان سهمیه بندی می شود و با ارائه کد ملی فروخته خواهد شد. خبری که یک مقام ارشد وزارت اقتصاد ایران در پی افزایش حدود 10 برابری قیمت آرد و به تبع آن افزایش قیمت برخی محصولات آردبر نظیر ماکارونی و نان اعلام کرده. ابراهیم سیامی مدیر کل آینده پژوهی وزارت اقتصاد درباره شیوه اجرای این برنامه گفته برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می شود، به این طریق که مردم به هنگام خرید نان به همان قیمت قبلی پول پرداخت می کنند و ما به تفاوت آن را دولت پرداخت می کند. طرحی که کمی پیچیده و مبهم به نظر می رسد. سیامی علت سهمیه بندی نان و دریافت کد ملی برای فروش نان را مقابله با قاچاق و ضایعات نان عنوان کرده. استفاده از زیرساختی که در شبکه پرداخت کشور ما داریم میتونیم استفاده بکنیم. افراد زمانی که دارن نان خرید میکنن در نانوایی های کشور به همون قیمت قبلی در حقیقت پرداخت بشه و اون چیزی که قرار هستش از جیب مردم خارج بشه رو دولت پرداخت میکنه ما تفاوت رو. خب این نکته وجود داره که اگر خانواری بیش از حد داره مصرف میکنه، ضایعات داره، بالاخره اون 30% که آقای دکتر قربانی فرمودن و شما اشاره کردی، خب بعد اون رو به قیمت های جدید پرداخت بکنه. این مقام وزارت اقتصاد اما توضیحی در مورد میزان سهمیه خانوارها و شیوه تشخیص میزان نان مورد نیاز هر خانواده نداده است. برخی از مردم طرح‌هایی از این دست و در کنار آن ذکر دلایلی نظیر جنگ روسیه و اوکراین برای گرانی‌های اخیر را تصمیماتی عجولانه برای آماده کردن ذهن مردم در مورد گرانی‌های بیشتر عنوان می‌کنند. شبکه خبر دارن ذهنیت مردم آماده میکنن که اگر کالاها بالاتر رفتش، اگر گرونتر شدش، این ذهنیت تو مردم ایجاد شه که شلوغ نکنن. دنیا این شکلیه. استدلال های مسئولین برای گرانی نان و کالاهای اساسی و همچنین ظهور راهکارهایی نظیر فروش نان با ارائه کد ملی و سهمیه بندی آن در حالی است که تا چند روز قبل از گرانی نزدیک به 10 برابری آرد و نان، مسئولین و رسانه های نزدیک به حکومت با اطمینان از گران نشدن آرد و نان صحبت می کردند. ماجرای گرانی ها اما به نان ختم نشده. همین هفته از گران شدن ماکارونی هم خبر داده شد. خبرگزاری ایسنا هم گزارشی منتشر کرده که در آن خبر از توزیع محدود روغن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و گران شدن این ماده غذایی داده. بیکفایتی دولت در کنترل بازار کالاهای اساسی و قیمت‌ها حالا صدای نمایندگان مجلس موسوم به مجلس انقلابی را هم درآورده. چند نماینده مجلس ضمن انتقاد از چند برابر شدن سهمیه آرد دلیل اصلی گرانی‌ها را ناکارآمدی دولت رئیسی عنوان کردند. دولتی که با ادعای تشکیل دولت مستضعفین و حل تمام مشکلات اقتصادی روی کار آمده و قول داده فقر را ریشه‌کن کند. دولت و مهمتر از آن کل حکومت با سردرگمی که در عرصه اقتصاد از خود نشان داده نه تنها زخم‌های اقتصاد را درمان نکرده، می‌رود نان را هم برای برخی ایرانیان دست نیافتنی کند. محمد غلام ابوالفضل، واشنگتن دی سی.